احمد رضا رادان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سوم اسفند 21 فوریه در جمع تعدادی از فرماندهان پلیس ضمن اعلام عدم اختلاف دولت و نیروی انتظامی در زمینه طرح ارتقای امنیت اجتماعی از صدور بخشنامه محمود احمدی نژاد جهت حمایت از این طرح خبر داد. روز 13 فوریه خبرگزاری ها از دستور احمدی نژاد به صادق محصولی وزیر کشور و تاکید وی در پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای، خشن و مخرب شخصیت شهروندان در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داده بودند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، رادان از عمرای پاسدار در حاشیه همایش فرماندهان مغرهای نیروی انتظامی در سوم اسفند گفت: ما و دولت نهم در زمینه طرح برخورد با باروان بدهجاب و بدپوشش هیچ گونه اختلافی نداریم. وی بلا فاصله و در واکنش به اخبار رسانه ها مبنی بر مخالفت احمدی نژاد با آن طرح خاطر نشان کرد خوشبختانه چندی پیش بخشنامه ای رئیس جمهور بر این اساس و برای یاری رسانی به طرح ارتقای امنیت اجتماعی صادر شد دو هفته بعد از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آیت الله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم از عمرای پاسدار و با جناق احمدی نژاد معاون وقت بسیج کل کشور و فرمانده بسیج تهران را به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد وی نیز چندی بعد ابتدا اجرای آزمایشی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با بدهجابی را آغاز کرد و سپس با هماهنگی دولت و قوه از اول اردیبهشت 86 آن را به اجرا درآورد در جریان اجرای این طرح برخوردهای خشونتبار با جوانان و زنان در نقاط مختلف ایران صورت گرفت گروه انتخاباتی احمدی نژاد در جریان های انتخاباتی دور غرب پسترهایی را منتشر کرد که در آن وعده داد جوان ایرانی را با هر مدل مو و پوششی قبول دارد واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست بچه های دوست موشون تو چرا من این مثلا اساسی کشور به گزارش ایلنا در حالی که های اصولگرا مکررن از مخالفت رئیس دولت نهم با برخی از برخوردها در طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر دادند سردار علیرضا افشار معاون اجتماعی وزیر کشور و مرتضا تمدن استاندار تهران بر وجود هماهنگی و عدم اختلاف بین مسئولین نظام تاکید ورزیدند شهاب نیوز در این زمینه متذکر گردید در آستانه انتخابات دور هشتم مجلس نیز غلام حسین الهام سخنگوی دولت با انتقاد از سر نیروی انتظامی برای برخورد با روسری و لباس بانوان و جوانان خاطر نشان کرده بود احمدی نژاد مخالف روش های سخت افزاری است همزمان و به گزارش فرارو زهره طبیبزاده یکی از مشاوران احمدی نژاد گفته بود دولت نهم در جریان طرح برخورد با بدهجابی و بدپوششی نیست و مخالف برخوردهای فیزیکی با جوانان است. به گزارش شاب نیوز، سردار حسین اشتری، رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی نیز واکنش تندی به این اظهارات نشان داد و تصریح کرد طرح مبارزه با بتجابی با اطلاع و هماهنگی دولت به اجرا گذاشته شده است. بر اساس همین گزارش، اشتری نه دیماه سال گذشته به خبرگزاری ها گفته بود طرح جامعه افاف از سوی شخص رئیس جمهور برای اجرا به ما ابلاغ شده است و در زمینه ادعای مخالفت احمدی نژاد با این طرح هشدار داد نیروی انتظامی در صورت نیاز اسنادی را منتشر خواهد کرد تا مردم بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است همزمان سردار احمدی مقدم نیز در همایشی در تهران خاطرنشان کرد طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی سه جلسه با حضور شخص آقای احمدی نژاد تصویب شده است گزارش شعب نیوز در این زمینه خاطر نشان می سازد. به نظر می رسد که برخی از رسانه ها این بار نیز در آستانه انتخابات به تکرار بازی تبلیغاتی قبلی روی آورده و می کشند احمدی نژاد را مخالف طرح برخورد با بدهجابی نشان دهند